شعله به امید میگوید مجبور شد در مورد رابطش با عبدالله به آمر بگوید و را سرزنش می میکند و میگوید باز خودش را توی هچل انداخته شعله هم وقتی از امید میشنود که نورسما مچه او را با یک زن گرفته شروع به سرزنشش میکند امید به او یادآوری میکند که رابطه ی عبدالله و شعله هم چیز آبرومندی نبوده و شعله سکوت میکند امید اضافه میکند که هنوز نورسما را دوست دارد اما دیگر از سر و کل زدن با او خسته شده بود و دلش میخواست خلاص شود و اضافه می کند خبر خوب این که به زودی ویدیویی از خودش در یوتیوب قرار خواهد داد و به این ترتیب راه معروف شدنش خیلی زود فراهم خواهد شد و شله به او تبریک می گوید. نورسا هم استواران به زندگی ادامه می دهد و در حال فراموش کردن امید است و وجود روزگار هم به او دلگرمی می, می دهد. پنبه دوباره نگران دیر کردن های شوهرش شده و از وقتی عبدالله در روز تولدش بدون هیچ دلیلی بد خالقه کرده احساس می خبرهایی هست و زلکر میخواهد شوله را تغییر کند و سر از کارش در بیاورد. اما شوله متوجه زلکر می و به شرکت می و به فاتح هشدار میدهد که مراقب رفتار مادرش باشد وگرنه شکایت خواهد کرد. فاتح هم به زلکر میگوید اگر زیاد پر روی کند اخراج خواهد شد. و از پنبه هم میخواهد سر به سر شعله نگذارد چون با این کارش عبدالله را هرچه بیشتر از خانواده دور میکند پنبه که ترس برش داشته که نکند ماجرای تعقیب به گوش عبدالله برسد قول میدهد که دیگر کارش را تکرار نکند اما از آن طرف شعله زود سراغ عبدالله میرود و همه چیز را گزارش میدهد و میگوید مجبور شدم بیام شرکت چون باید یه درسی به پنبه میدادم تا دست از سرمون برداره و رابطمون لو نره او به عبدالله گوشزد می کند که پنبه این کارها را از روی علاقه انجام نمیدهد بلکه چون مشکل روانی دارد این کار را می کند. عبدالله که مثل یک گوسفند موتی شده میگوید من کنار تو خوشبختم و آرامش دارم هر چی تو بخوای همون انجام میدم همان شبان دو برای شام دو نفره بیرون می روند و شعله خوشحال و راضی از اینکه عبدالله را کاملا در مشتش گرفته لبخند می زند. فرد عامر به عبدالله میگوید از شعله شنیده در رابطه هستند عبدالله میگوید از وقتی فهمیدم شعله تقصیر تو افتادن پنبه خانم از پله نداشته آشتی کردم شعله مادر بچه ما دوستش دارم او از عامر میخواهد دهانش را قرص نگه دارد عامر جواب میدهد از من ضرری به تو نمیرسه بهتره از شعله بخوای دهانش را نگه داره من به فکر بچه آدم بدون که تو اشتباهی روزگار متوجه می شود دختری که گیرای از او خوشش آمده دعاست و یاد حرف سومز می افتد که از او خواسته بود گیرای را با دعا آشنا کند. ولی انگار سرنویر زودتر دست بکار شده برای همین به سومز اطلاع می دهد که فردا گیرای را به خانه او خواهد آورد تا با دعا آشنا شود و سمز از خوشحالی در پوستش نمی گنجد. نورسما به روزگار میگوید رابطهشان کمی عجیب شده و این جو را دوست ندارد و دلش میخواهد مثل تو دو دوست رفتار کنند روزگار با اینکه میپذیرد اما ادامه دادن به این شکل در حالی که عاشق نورسما شده برایش سخت است دو وقتی میفهمد که مادر بزرگش برایش خاستگار پیدا کرده تصمیم میگیرد او را فراری بدهد برای همین با امید قرار میگذارند که لباس راکستر بپوشند و جلوی مهمان ثبت شوند تا او با دیدن آن دو کنار هم از خواستگاری منصرف شود اما وقتی با آرایش غلیز وارد خانه می شود دعا متوجه می شود که خواستگارش همان گیرایی است امید هم که دلش نمی خواهد روزگار او را با آن قیافه ببیند فورا می رود دعا مجبور می شود به دروغ بگوید یکی از دوستانشان پارتی گرفته بود و تمه لباسیم بود در امارت اونال پنبه به فاتح میگوید گرکم هدیه او را به آرایشگرش داده و او را سخت رنجانده فاتح از مادرش میخواهد زیاد به گرکم گیر ندهد چون از نظر مادرش از پنبه هم مجبور میشود سکوت کند فاتح کیف چهلزار هزار یورویی که گرکم پسندیده بود را برگشت میخرد و به او هدیه میدهد گرکم از خوشحالی او را در آغوش گیرد. اما ذهن فاتح از طرف دیگر درگیر دوست و میترسد او با مرد دیگری رابطه داشته باشد دو از او میخواهد به زندگی خودش برسد و دست سر او بردارد عبدالله بعد از به خانه میرسد و پنبه مطمئن می شود که باز شوهرش با شواله سر و سری دارد وقتی مصطفی از پدرش در مورد اینکه با چه کسی شام خورده میپرسد و با ناراحتی جواب می دهد به جای این حرفا برو مالیات کشتی تو بده امروز مامور مالیات به شرکت اومده بود مصطفی از این حرف دلگیر می شود و گرکم می گوید مصطفی باید مسئولیت زندگیشو بپذیره نورسما از اون میخواهد دخالت نکند در این بین پنبه از نورسما میخواهد با پسر دوستش برای آشنایی و ازدواج دیدار کند نورسما از مادرش میخواهد او را به حال خودش بگذارد و دخالت نکند لیلای وقتی میفهمد فاتح کیف گران قیمتی به گرکم هدیه داده به پنبه میگوید مصطفی رو سر مالیات کشتی سرزنش میکنید ولی فاتح هر جور دلش میخواد پول خرج میکنه پنبه فاتح را هم بازخواست میکند و میگوید مجبور نبوده چنین هدیه بخرد گرکم که قضیه را شنیده و ناراحت شده کیف را میآورد و آن را به پنبه میدهد و میگوید مال شما باشه فاتحه به گرکم توضیح می دهد که خریدن هدیه های گران قیمت در خانواده یان مرسوم نیست و به دل نگیرد اما گرکم تصمیم گرفته پنبه را سر جایش بنشاند. گرای دستش را با جوش می سوزند و از کرمی که دعا به او داده بود به دستش میماند و خیلی زود پوست دستش بهبود پیدا می کند و از مسئول آزمایشگاه شرکت میخواهد مواد موجود در کرم را تجزیه کند. او برای یه برنامه تبلیغاتی شرکت دو چمن و نیلای و مصطفى را به دو ماراتون در طبیعت دعوت می کند. آنها کنار هم ساعت خوشی می و دو عکسشان را در صفحه شخصیش به اشتراک می گذارد. فاتح با دیدن دعا در کنار گیرای ناراحت می شود و تصمیم می جلوی دعا را بگیرد. کایهان یکی از دوستان قدیمیش را می که یک کاباره باز کرد و پردار شده و چون خودش را بهتر و عاقلتر از همه میداند احساس میکند در شرکت اونالها با آن حقوق بخور و نمیر گیر افتاده برای همین سراغ مصطفى می میرود و میگوید بهتر از رستوران زنجیرهای بزنند و شریک شوند مصطفی هم چون بارها از جانب پدرش دست کم گرفته شده می میدهد در مورد پیشنهادش فکر کند که هم برای نشان دادن دوستی و محبتش به مصطفی او را به یک کاباره میبرد تا توجهش را جلب کند و مصطفی با دیدن آنجا حالش بد میشود و احساس گناه میکند و زود خارج میشود نورسما به روزگار میگوید مادرش قصد دارد هرچه زودتر او را شوهر بدهد روزگار که نگران شده فردا به دیدن پنبه میرود و میگوید همه زنها دلشون ازدواج کردن و مادر شدن نمیخواد اونا حق دارن برای زندگی خودشون تصمیم بگیرن پنبه که متوجه شده روزگار به نورسما علاقمند شده به او هشدار میدهد عاقبت ازدواج از این جنس خوب نمی شود روزگار هم به او خاطر نشان می کند که عاقبت ازدواج از نوع پنبه و عبدالله هم زیاد درخشان نیست و میرود پنبه که نگران نورسما شده فورا با دوستش حکمت تماس میگیرد تا پسرش یوسف و نورسما را با هم آشنا کند پنبه هم روز شوله را در فروشگاه در حال خریدن لباس نوزاد میبیند و از فروشنده میخواهد هرچه شوله خریده را به حساب اونالها بنویسد چون شوله از شوهر او باردار دارد شوله با خشم منتظر روزی است که پنبه به رابطه او و شوهرش پی ببرد و اغل سرش بپرد آزرش تصمیم گرفته آمر را سرپرایز کند و مراسم عقد بگیرد برای همین متهان به هر سختی شده پدرش را در لباس دامادی به خانه میآورد آقا هم میآید و خود به یخت خوانده میشود و سمز و چیمن هم در شادیان ها شرکت می کنند و خوش می گذارند. پن به سراغ نورسما می رود و می گوید امروز روزگار به دیدنم اومد گرچه اون آدم خوبیه ولی بهتر ازش دوری کنی شما نمیتونید با هم باشید نورسما که دست باچه شده به سالن می و به فاتح و گرکم می پیوندد. نیلای مصاحبه امید در یوتیوب را نشان می دهد و می گوید امید هنوز هم عاشق نورسما است. نورسما جواب می دهد دیگه فرق نمی کنه چون طلاق گرفتیم. نیلای برای درآوردن حرص فاتح و گرکم می گوید به زودی دو گیرای مزدواج می کنند. گرکم با ناراحتی آنجا را ترک می کند. فاتح به نیلای هشدار می دهد آخرین باره باشد که در مورد پیش گرکم صحبت می کند. اما به دعا زنگ می زند و می گوید فردا می خواهد جمره را ببیند. دعا جواب می دهد فردا به دانشکده خواهد رفت و جمره را به مادر بزرگش می سپارد. اما فردا صبح فاتح به دانشکده کده می رود و در مقابل در ورودی منتظر می ماند. در آخر دعا گیرای را می بیند که صحبت تا انتهای سالومی آنجا یکدیگر را می بوسند. فاتح یاد گذشته میافته زمانی که تلاش میکرد مانع رفتن دعا به دانشگاه شود و احساس میکند تحمل دیدن صحنه را ندارد ممنون از اینکه با من همراه بودید خدا نگهتار.